جنرال علیشیر میرزو نبوت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 8 مارت در یک جلسه غیر نوبتیش در خورو خبر داد که از بس که وضع در ولایت به اعتدال آمده است، از 21 مارت دسترسی ساکنان به اینترنت پورا برقرار کرده می شود. تلویزیون بدخشان شام 8 مارت خبر داد که در این جلسه اساساً مسائل تغییرات کادری و دسترسی ساکنان به اینترنت بررسی شده، همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با چند منصبدار بلندپایه ولایت برای سهم ارزندهشان در تحکیم صلح و ثبات جایزه های پولی داده است. علیشیر میرزانباد در سخنرانیش گفته است با سبب های وضع ماه نویبر در روشقلعه و خورخ به عمل آمده، این چنین با مقصد تازه نگاه داشتن فضای اطلاعاتی موقتا شبکه اینترنت در حدود ولایت قطع گردید. رئیس ولایت خبر داد که در این مدت 5 گروه جنایتکار با 27 عضوش به جوابگاری کشیده شده، این چنین 6 عضو گروه های قاچاقبر مواد مخدر دستگیر گردیدند. تلویزیون بدخشان گفت با به اعتدال آمدن وضع شهر و نواحی و ولایت، با اقدام رئیس ولایت از صحنه 21 مارس در حدود ولایت علاقه اینترنتی کاملا برقرار میگردد. جنرال میرزانباد همچنین از پنهان کردن معلومات دروغ و اغوا برانگیز در شبکه های اجتماعی اینترنت هشدار داده گفته است چنین اعمال جوابگری جنایی را به دنبال دارد. در جلسه اعلان شد که محمد یوسف اتوبکوف به وظیفه سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت تعیین شده است. اینچنین زیور شویف برکت شو اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معماری و شهرسازی ولایت تعیین گردید است. دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان از 25 نویبر سال 2021 در پی شروع اعتراض ها مسدود کرده شد. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان در پی در بازداشت به طور مرموز کشته شدن ساکن نوعی روشقلعه گلبدین زیوبکوف بد شد. ساکنان ولایت با طلب به جوابگاری کشاندن گناهکاران مرگ زیوبکوف 4 روز اعتراض کرده، تنها بعد گرفتن وعده مقامات به تحقیق این قضیه و برقرار کردن دسترسی به اینترنت پراکنده شدند. طبق وعده مقامات می بایست دسترسی به اینترنت در ظرف 2 روز یعنی تا 30 نویبر پورا برقرار میکردند، اما این وعده اجرا نشد و تنها اکنون با گذشت تقریبا 4 ماه مقامات وعده دادند که از 21 مارس دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان برقرار می شود. اما میشل باچلت کمیسر عالی سازمان ملل در مسئله حقوق انسان روز 7 مارس در اجلاسیه 49 شورای حقوق انسان در سخنرانیش با اظهار تاسف از ادامه قطع اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان این را به طور آشکارا پایمال کردن حقوق انسان نامید. همین طور سفارت امریکا در تاجیکستان نیز روز 16 مارس با نشر یک بیانیه ویژه از حکومت تاجیکستان خواست که به آزادی اطلاعات احترام بگذارد و دسترسی کامل ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت را برقرار کند.